محسن رو بیارم. محسن سلام اینجا. سلام، خوبی؟ سلام، خوب باشی؟ قربونت. من که نه، من از پنجشنبه مریضم. آخ، جمعه هم طول در چپ بودم با 40 درجه تب، هنوزم خوب نشدم، اما دوست داشتم که با هم یه صحبتی داشته باشیم. خب مرسی، امیدوارم که بهتر بشی الان. ممنون، لطف شماست. خب آمین جان، میخواستم در مورد چند تا چیز هم یه نظر خودمون بگم، هم نظرتو بدونم. یکی این که یه مغالطه ای انجام شده. محسن جان اگه میشه سریع بگو، چون که آخرای برنامه هست، باید این پی دی اف میلادم باید ریویو بکنم. بفرمایید. بله، در مورد برنامه‌ای که با آقای علی ابراهیم‌زاد داشتید در مورد عمل آقای سام، هر دو نفر شما مثال آوردید برای کاری که انجام شده. ما مثال رو وقتی میاریم که از اون موردی که انجام شده ما تصویر روشنی نداشته باشیم، بخوایم با یه مثال اون کاری که انجام شده رو روشن‌تر کنیم، و این خودش مغالطه است، یعنی مغالطه تمثیل. نه، مغالطه مثال زدن مغالطه نمیشه، باید فالتی انالوجی بشه تا تمثیل بشه. باید دوتا موضوع هست. خب وقتی از تمثیل استفاده میکنین، باید تمثیلتون بی ربط باشه که مغالطه باشه. تمثیل ممکنه مغالطه نباشه، و شرط اولش اصلا اینه که آیا دارین استدلال میکنین یا اینکه دارین سعی میکنین چیز رو واضح بکنین. خب ممکنه من یه مثال دارم استفاده میکنم نه بخاطر که مثلا فرض کنین که یه اتفاقی داره میفته، اتفاق B. خب من بگم ببینید این اتفاق شبیهش تو A افتاد، چون تو A افتاد درست بود، تو B هم درسته. خب و این دوتا شبیه همه، این میشه یه استدلال. من دارم از تمثیل استفاده میکنم که استدلال کنم. خب ممکن، ولی من بعضی موقع ها دارم مثال میزنم نه برای اینکه استدلال کنم، من بعضی موقع ها مثال دارم میزنم برای اینکه عقایدم رو واضح تر کنم، برای اینکه مثلا توضیح من واضح نیست که اصول من چیه، یا اینکه عقاید من چیه، یا اینکه خط قرمز من چیه. من یه مثال میزنم که نشون بدم که ببین خط قرمزم اینه، نه اینکه میگم اون این مثالی که من دارم میزنم شبیه اتفاقیه که داره الان میفته. خب برای شفاف کردن عقاید خودم بعضی از موقع ها مثلا ممکنه، یعنی شما اصلا باید ببینید این برای استدلال استفاده شده یا دلیلش یه چیز دیگه است. اگه استدلالی وجود نداره اصلا مغالطه فقط برای استدلال. بله، خب شما فیلمی از فعالیت خودتون توی استرالیا نشون دادید. دقیقاً، اون برای اون استدلال نبود، اون برای واضح کردن عقایدم بود. خب طرف میتونه فرار بکنه از اون موردی که داشته انجام میشده با یه مثالی که دیگه نخواد به اون مورد اولی بپردازه. چی؟ ببینید طرف میتونه برای اینکه فرار کنه از اینکه به مورد اصلی بپردازه یه مثال دیگه یه نشون بده. آها، نه ما فرار کرد، من که همه نقدها رو جواب دادم، فرار نکردم. ما چهار سال صحبت کردیم. آرمین جان، من طرفدار شما مثلا طرفدار شما بودم. خب آره. اما من میخوام شما الان دفاع بکنم از خودت که آقا استرالیا به ایران چه ربطی داره، مسلمون به عوامل جمهوری اسلامی چه ربطی داره، و کلن دلیل فیلم برداری شما تو استرالیا چی بوده، دلیل فیلم برداری سام و عمل سام تو آمریکا چی بوده. اینا پس این مثالی که شما زدید هیچ ربطی به اون جریان سام نداشته. چرا؟ من ربطش این بوده، بخش من ربطش، ببین من فقط داشتم میگفتم که اصول اخلاقی من، خب که من تعیین کردم که کاربرد بیشتری داره، اینی که وقتی یه نفر نمیخواد شما باش صحبت بکنید برین کنار. خب یعنی عقایدتون رو به اونو تحمیل نکنید. یعنی اگه یه نفر خیلی واضح داره نشون میده که شما دارین میایین طرفش، اونو نمیخواد، ایشون نمیخواد شما بیاین طرفش، شما نرین طرفش، شما نرین به کسی یه چیزی بگین که نمیخواد بشنوه. خب
شما سر جای خودتون وایسین، حق یعنی جای خودتون وایسین، حرفتون رو جای که هستین بزنین. اگه کسی دوست نداره شما رو بشنوه میتونه بره کنار، ولی شما یه نفر دنبال بکنید، من به نظر این خط قرمز منه. خب از نظر من، برای اینکه نشون بدم منظورم چیه مثال زدم، نگفتم که اون شرایط مثال یکیه، مثال زدم که نشون بدم که منظورم از این حرف چیه. بله. بعد یه مورد دیگه که داشتم، سوال از شما داشتم، آیا آتئیست ضد خرافات است؟ آتئیست ضد یک خرافاته، میتونه ضد همه خرافات نباشه. آتئیست خرافات خدا. خدا، پس امکان داره خودش خرافاتی آتئیستی یا گروهی از آتئیستا خودشون آلودگی به خرافه پیدا بکنن. بله بله، به خاطر خلای فکری، به خاطر خیلی دلایل. بله. ما مثلا تو انگلستان تعداد کسایی که به روح اعتقاد دارن از تعداد کسایی که به خدا اعتقاد دارن بیشتره. یعنی کلی آدم تو انگلستان مثلا داریم که به خدا اعتقاد ندارن پس آتئیستن، ولی به روح اعتقاد دارن پس خرافاتین. ما تو آمریکا خیلی کسایی داریم که مثلا به هومیوپاتی اعتقاد دارن، به وودو اعتقاد دارن، به پوزیتیو انرژی، به نیروی مثبت فکرشون اعتقاد دارن. اینا همش خرافاته، خیلیشون هم به خدا اعتقاد ندارن. چرا اصلا بریم تو ژاپن بریم؟ خب خیلی اصلا بوداییستن، خب، و نوع بوداییستی هم هستن که به خدا اعتقاد ندارن، ولی به دین بودا و به رینکارنیشن و به کارما و چرت و پرت اینجوری اعتقاد دارن، ولی اینا همشون ایتیست هستن، بی خدا هستن، آتئیست هستن، ولی به خرافات های دیگه اعتقاد دارن. یعنی میتونن آتئیست های خرافاتی هستن. بله، خیلی ممنون از نظرتون. اگه وقت داشتم بازم هست مورد، اما اگه دوستان هستن مزاحم نمیشن. هستن مثلا، ولی من خیلی دوست دارم تو وقت بدم، من اینکه احساس میکنم خیلی خیلی نظر، یعنی باید بیشتر بهت ظلم شد. نه همه دوستیم با هم دیگه، فرق نمی کنه. باش اگه بود، اگه وقت بود آخر دوباره میمونم. هستم، ممنون. فعلا.